وطندارای عزیزی و سلامتی خداوند بر شما باد. خداوند خوب، خداوند نیکو، خداوند پیروز است، خداوند صاحب قدرت، صاحب جلال است. شیطان هیچ است در نام عیسی مسیح. در نام عیسی مسیح ما پیروزی داریم. خدا را شکر میکنیم. حتی اگر این برنامه تلویزیون نباشه، حتی اگر کانال محبت نباشه، حتی اگر هیچ چیزی هم نباشه، خداوند باز هم خدای جلال، خدای قدرت، خدای کامل است، خدای پر از محبت و شفقت است. خدا همه ما را دوست داره. او محبت است. محبت، بله. فرق بین خدای کتاب مقدس و خدایان دیگر ایست که خدای کتاب مقدس خدای محبت است. از همین خاطر در کلام خدا ما میخوانیم در رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 8: کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت هست. هللویا. خداوند را ستایش، خداوند را جلال و شکوه باد. خداوند چقدر خدای عظیم است. او ما را اینقدر زیاد دوست داره که ما با فکر، عقل و حکمت انسانی هر چقدر کوشش کنیم نمیتونیم که بپیماییم محبت خدای عظیم را. بله، امو مثال پشتوس میگه دا گز او دا میدان، دا گز او دا هم میدان. و این گز و میدان، هرچی که ما این میدان محبت خدا را هرچی که گز کنیم باز هم ما گز نمیتونیم، چون محبت او بی پایان است. رحمت های او هر روز تجدید میشه. فیض او جاری است، بالای فیض دیگر. از همه خاطر است که خداوند برای ما ایرا نوید مثل یک خبر خوش عظیم برای ما میده که خداوند ما را با فیض و محبت و رحمت خود برکت میده و ما را دوست داره و او میخواه که ما نجات بیافیم. او میخواه که ما به حضور او بیاییم. او میخواه که ما از او بیاموزیم. کلام خدا در مورد عیسی مسیح بسیار چیزهای خوب برای ما میگه. یکی از حسای کتاب مقدسه که من بسیار زیاد دوست دارم، فصل 16 انجیل متاس، که در اوج عیسی مسیح شاگردای خود میپرسه، چیز بسیار عظیمی را برای ما درس میده. در ایجا وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپوس رسید، از شاگردان خود پرسید به نظر مردم پسر انسان کیست؟ آنها جواب دادند بعضی ها میگویند یحیای تعمید دهنده است و عده‌ای میگویند الیاس و یا ارمیا و یا یکی از انبیا است. عیسی پرسید شما مرا کی میدانید؟ شما مرا کی میدانید؟ شمعون پطرس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی. هللویا. تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی گفت ای شمعون پطرس، ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار ساخته پطرس رسول گفت تو مسیح پسر خدای زنده هستی. مردم هر چی که در مورد عیسی مسیح میگه او میگه، هر کسی به هر ترتیبی میگه. در آمریکا، در کشورهای اروپایی بسیاری کسا هستن که از ذات خدا منکر هستن، و اما وا مسیر عیسی مسیر به حیث یک دانشور، به حیث یک استاد عظیم تاریخی میشناسن. بله، و او استاد عظیم تاریخی هم هست. واقعا او استاد استادان هست. کسای دیگه است که او را تنها به نام یک پیامبر میشناسن و او واقعا پیامبر هم است. او پیام عظیم ترینه برای ما میتازه، زیرا خدا به این جهان آن
آنقدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. ایست پیام عیسی مسیح و پیامبر است. بله، بعضی کسا او را نبی میگن. نبی یعنی پیشگوی، کسی که چیزها را پیشگوی میتونه. بله، او پیشگوی، او نبی هست، او آخرین و اولین نبی است. نبی اصل در حقیقتش خداست، چون تنها خدا میتونه که مستقبله بفامه. و انبیایی که آمدن و از طرف خدای نبی عظیم، نبی اول و نبی آخر ما را هر چیز داده. و عیسی مسیح میگه من اول و آخر، ابتدا و انتها هستم، من الف و یا هستم. بله، بعضی ها عیسی مسیح را تنها به حیث پادشاه میشناسند. بله، او پادشاه هست، واقعا او پادشاه پادشاهان است. و اما او پسر خدای زنده، او خداوند، خدای قادر مطلق است. از همین خاطر عیسی مسیح برای شاگرد خود میگه، آنگاه عیسی گفت ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، آموخته انسان ایست که عیسی مسیح را به حیث تنها یک پیامبر، تنها به ایسی یک فیلسوف، دانشور، استاد و غیره میشناسه. و اما حقیقت مسیح، حقیقتش ایست که او خداوند هست، او مسیح است، او پسر خدای زنده است. و ای را از انسان ما نمی آموزیم، بلکه از کتاب خدا، از روح خدا، از پدر آسمانی می آموزیم. بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار ساخته. دوستای عزیز، زمانی که شما به عیسی مسیح ایمان میارین، خداوند بر شما ایره مکاشفه میکنه که عیسی مسیح در حقیقتش کی هست. اما قسمی که یک منزل از بیرونش ما میبینیم و اما درونش ما نمیبینیم تا ای که ما درونش بریم. وقتی که ما در عیسی مسیح میباشیم، ما مسیح را در حقیقتش میشناسیم که او کیست. او خداوند است. خدا را جلال باد، خدا را شکر میکنیم که خدا یک روز دیگه برای ما داده تا که ما او را جلال بتیم، تا که ما کلامش را مطالعه بکنیم، بخوانیم و از او بیاموزیم، از او بیاموزیم، از خداوند، خدای پدر بیاموزیم که عیسی مسیح کیست و او ما را چقدر زیاد دوست داره. وطندارای عزیز، من دعا میکنم که خداوند تمامی ما را برکت بده و خداوند بگذاره، ای خداوند، که ما امروز تو را واقعا بشناسیم. ای خداوند عزیز، ما تو را شکر میکنیم برای ازی روز دیگه ای که تو برای ما دادی، برای کتاب مقدس تو را شکر میکنیم، بر روح خدا تو را شکر میکنیم، برای عیسی مسیح تو را شکر میکنیم. خدایا شکر میکنیم که تو واقعا ما را دوست داری. خدایا تو وطندارای عزیز ما را برکت بده امروز تا که وا تو را بشناسن. خدای تو کسانی که ما مؤمنین تو هستیم، ما را برکت بده تا که ما نزدیکتر به تو بشیم، هر روز زیادتر و زیادتر به تو نزدیک بشیم و ما از تو بشنویم. خدای عظیم، توی کانال محبت برکت بدی، توی برنامه را برکت بدی و تو وطندار عزیز ما که امروز از کلام مقدس تو برای ما بخش میکنه، برادر نورالله، او را برکت بدی. تو برادرای ما را، وطندارای ما را و این دوستا و برادرها و خواهرای ما که در استودیو کار میکنن و زحمت میکشن، تو تمامی از یار برکت بدی. خدایا تو را شکر میکنیم برای هر چیز، برای اینکه تو برای ما این روز رساندی که ما تو را جلال بدیم بین تمامی مردم در جهان. به نام عیسی مسیح، آمین، آمین، آمین. خدایا تو را شکر. چقدر خوشحال هستم که خداوند باز بر ما یک موقع دیگه داده. بله، رحمت او باز بر ما تجدید شده تا که ما از کلامش بشنویم. برادر نورالله روی خط هستن، خدا را شکر میکنیم باز کتی ما هستن که از کلام خدا بخش بکنن. صورت مبارکش میبینم. برادر عزیزم، مانده نباشی. سلام خدمت برادر حسین عزیز گلم، خوب هستین؟ انشاءالله سلامت هستین. خدا را شکر برادر عزیزم، خداوند شما را برکت بده و ما منتظر هستیم و تندارای ما حتما منتظر هستن.
که از شما بشنون و واقعا تای چندین برنامه های گذاشته اگر شما تعقیب کردین برادرای ما خورای ما زنگ میزنن و میگن که چطور عیسی مسیح شان نجات داده و این روز روز خوشی است برای ما که خداوند مردم افغانستان نجات میده از قندهار از چارده کابل. خواهر ما روحی از چارده دو بار برای ما زنگ زدن و گواهی خود گفتن که چطور خداوند تمامی فامیلشان نجات داده. و برادر عزیز دیگه ما که از قندهار هستن و در فلحال در ایران هستن وازنگ زدن و گفتن که خداوند چطور رحم کرد، خداوند چطور وار نجات داد. و ما در روزهای هستیم واقعا که روزهای شادمانی است و میبینیم که خداوند دست پر برکتش بالای مردم افغانستان، بالای مردم ایران، بالای مردم تاجیکستان هست. بفرما برادرم قلبت بگذار. آمین. بله شما چیزایی گفتین کاملا درست است. ما میخواییم که به ادامه سلام احترام خود دوباره این سلام احترام خود برای تمامی دوستان عزیزان و تمامی فارسی زبانان و تمامی کسایی که در این لحظه پشت تلویزیون نشسته و این پروگرام رو میبینن تقدیم بکنم و دعا بکنم به نام عیسی مسیح خداوند که تمامی برکات آسمانی نصیبشان باشه و در زندگیشان به فراوانی باشه. واقعا حسین عزیز شما کاملا درست فرمودین که خداوند باران رحمتش برای مردم افغانستان و خصوص برای کشور جنگ زده و فقیر ما در حال بارانیدن است و هر روز خداوند مثل یک عقاب چشمایش میگرده در سراسر افغانستان که تمامی گمشده ها را پیدا بکنه، چون مردم افغانستان نجات احتیاج به نجات دارن و باید نجات عیسی مسیح را به دست بیارن. بله خدا را شکر میکنم برای وطندارای عزیزم در اول که در هر نقطه دنیا هستن قلبشان را به عیسی مسیح میسپارن و میاین در حضور خدا و خداوندی خدا را میپذیرن. خدا را شکر میکنم. ما یک تعداد زیاد سلام ها را خدمت شما و از طریق شما از طریق از این پروگرام برای تمامی وطنداران عزیز خود دارم و نگفته نمانه که در این چند دقیقه پیشه که برنامه شروع میشد من برای یک خانواده بسیار عزیزم در اروپا صحبت کردم، گپ زدم که بسیار خانواده خوبی هستن و همیشه دار روزی هستن که خدا را خدمت بکن، از خادمین خدا هستن و امروز هم گفت که برادر ما مشتاقانه آماده هستیم که در تلویزیون بشینیم و پروگرام بشنیم و برکت بگیریم. خدا را شکر. و که شما در رابطه با محبت خدا آغاز کردین صحبتتان و واقعا که ما با خدای ایمان داریم که خدای ما خدای محبت است. خدایی است که به خاطر محبت و رحمتش بود که انسان را خلق کرد، تمام نصیره به وجود آورد. شما هم و ما و در کلام خدا همیشه میخوانیم نشته کده که بخواندیم که خدا خدای محبت است. خدا به خاطر عشقش بود که تمامی هستی را خلق کرد. این کلام من نیست، کلام انسانی نیست، این کلام خدا خداست. اما این خدای محبت با این عشق عظیمه که داره و همیشه در آرزوی عزیز که انسان گم شده، انسانی که در گناه رفته او را دور بکنه از گناه، آزاد بکنه از زندان گناه، بیاره و در خودش شریک باشه، در خانواده خودش و در ملکوت خودش قرار بده. و ایره ما ایمان داریم برش، ایمان داریم کلام خدا برای ما ایره تعلیم میده، میآموزانه که ما چطور محبت خدا را دریافت بکنیم. چون اگر ما انسان ها بخوایم به قدرت انسانی خود محبت بکنیم کاملا ناکام هستیم دوستان عزیز. هیچ وقت ما انسان ها نمیتونیم محبت بکنیم. اگر هم محبت بکنیم که میکنیم، بسیار از انسان ها از محبت داریم میکنیم، اما پشت سر از او خودخواهی و غرور وجوده به خاطر خوشبودی خود ماست، به خاطر عزیز که ما خود ما جلال پیدا بکنم، ما در نظر دیگران خوب معلوم شویم، شاید به خاطر از این محبت بکنیم. ولی محبت خدا چیز دیگه است. محبت خدا زمانه که با او پاکی و صداقتش در درون انسان جای بگیره و او دیگه محبت الهی می باشه. و ما در کلام خدا می خوانیم که خدا که وقتی که خدای محبت است، پس این خدای محبت، خدای خالق، خدای پر از فیض، پر از رحمت، از دروغ، از نامحبتی، از بی‌مهربانی، از گناه نفرت داره. ما آیات را از کتاب مقدس در رابطه با نفرت خدا از گناه امروز خدمت عزیزان آماده کردیم و خداوند در قلبم گذاشت که برایتان صحبت بکنم که همین رقمی که خدا محبت است ولی از گناه نفرت داره، از بدی نفرت داره. بله. نه از انسان ها. بله. گناهی که در انسان ها صورت دوست نداره. ما اجازه میخواییم آیات از طریق کلام خدا بخوانم. بله. که کتاب امثال سلیمان باب ششمش
از آیه 16 تا 19 میخوانم برای متنداران عزیزم. امثال سلیمان باب ششم از آیه 16 تا آیه 19 و 20 تقریبا، آیه 19 بهتر است. بله بفرمایید. میگه که 6 چیز بلکه 7 چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد و نمیتواند تحمل کند، چون گفتیم خدا محبت است ولی محبت هیچ وقت نمیتونه بدی را تحمل بکنه. پس خدا نمیتواند اینها را تحمل بکنه. چی ها را؟ چیزایی که خداوند نمیتونه تحمل بکنه. چشم متکبر، بله، زبان دروغگو، بله، دستی که خون بیگناه را بریزد، هللویا، فکری که نقشه های پلید بکشد، مه. پایی که برای انجام کارهای زشت عجله کند، شاهدی که شهادت دروغ بدهد و کسی که بین برادران اختلاف بیندازد. بله این چیزایی است که در قدم اول خدا از اونا نفرت دارد. بله. و نمیخواد در وجود ما انسان ها باشد. ما در کتاب مقدس، در کلام خدا، از اولین کتاب خدا میخوانیم که خدا گفت بیایید انسان موافق و شبیه خود بسازیم. بله. زمانی که ما شبیه خدا خلق شدیم، دوستان، ما شبیه خدای خالق خود خلق شدیم. خدا ما را به شباهت خود زیبا خلق کرد که او ذات محبت در ما باشد. بله. پس او ذات محبت نمیتونه که دروغ، زشتی، بدفکری، دروغگویی، چشم بد، نفرت و کینه را در خود داشته باشد. او محبت میخواهد میشه صاف، بی آلایش و یک طرفه و پاک و صادقانه باشد. وقتی که ما این آیه را میخوانیم، واقعا با صداقت خدا پی میبریم و میبینیم که خدای ما چی خدای پاک و قدوسی است که اجازه نمیده که بدی در ما وجود داشته باشه. و این خصوصیات اگر در ما انسان ها باشه، متاسفانه خدا میشه نارام میباشه، قلب خدا نارام میباشه. چرا ما انسان ها اکثرا این خصوصیات داریم؟ اگر آدم بگوید که من این گناه را ندارم، اگر انسان پیدا شود بگوید که از این 7 خصوصیت در من است، به نظر من اشتباه میکنه، راست نگفته، چون حتما ما یکی از اشتباهات داریم در زندگی خود. و کلام خدا بسیار واضح میکنه در فصل 3 رساله رومیان که همه گناه کردند و از جلال خدا محروم هستند. پس هر کسی که میگه که من گناهکار نیستم، او شخص در حقیقتش خدا را دروغگو میسازه. بله آمین، راست میگن، راست میگن. و کلام خدا بر ما میاموزانه، کلام خدا بر ما این یاد میده که چطور ما بتانیم این خصوصیات از خود دور بکنیم و خصوصیات و ذات الهی در خود قرار بدیم. و ما در کتاب خدا میخوانیم که اگر ما بر انسانهای دیگه قرضدار هستیم یا به اصطلاح در انسانهای دیگه، از انسانهای دیگه خوبیایی دیدیم در زندگی، به دیگران مدیون هستیم، تمام قرضهای خدا باید بدیم. هیچ قرضدار به دیگران نباشیم، مدیون محبتهای دیگران نباشیم. فقط یگانه چیزی را که برای دیگران مدیون باشیم و او محبت است. یگانه چیزی را که ما برای دیگران قرضدار باشیم، وطن داران عزیز، او قرض ما هیچ وقت پایان نداره، خلاصی نداره، او قرض ما قرض محبت است. باید ما محبت به دیگران قرضدار باشیم. هر روز در صدد ازی باشیم که ادا بکنیم و محبت هست. در صدد ازی باشیم که او را دوباره پس بده. هللویا. چون فقط و فقط محبت است که میتونه ما را در خداوند کامل بسازه. آمین. و این بزرگترین حکم الهی است. بزرگترین فرمان شریعت خداست. فرمان الهی است که ما محبت داشته باشیم. بله. و محبت کنیم. چرا؟ چون که اول او، یعنی عیسی مسیح، ما را محبت کرد. مسیح که از آسمان را ترک کرد، آمد در روی زمین. مسیح که رفت در صلیب، فدیه گناهان ما شد. مسیح که آماده است، مسیح که هر ثانیه خونش آماده است که ما را بشوره، پاک بکنه، کدورت، غرور، شکستگی، جنگ، دعوا، نفرت، کینه را از ما دور بکنه، به جاش محبت خدا قرار بده. پس جانشینه تمام کینه و محبت، ببخشید، کینه میتونه محبت باشه. و این محبت نه محبت انسانی که همیشه فانی است. گفته ما در اول هم گفتم که محبت ما انسان ها همیشه به خاطر خودخواهی های ماست، به خاطر غرور ماست. اگر ما بخوایم با کسی دوستی بکنم، یک کمک بکنم، یک چیز به دردش بخورم، یک دستش بگیرم، حتی بر یک بیچاره پول کمک بکنم، پشت سرش
چی نهفته است؟ آیا واقعا به خاطر محبت خدای کار میکنم؟ چون کلام خدا بر ما میگه اگر کمک میکنی به کسی، امرای دست راست میکنی، دست چپت باید خبر نشه. بله. یعنی کمک یا محبت بی‌آلایش، کمک که هیچ انتظار برگشت نداشته باشه. آمین. هر چیزی را که ما از دیگران توقع داریم، پس خود ما باید اون عمل بکنیم، اون انجام بدیم. آمین. ما از دیگران توقع داریم که دیگران برای ما محبت بکنه، دیگران ما برای ما خوبی بکنه، دیگران فلان کار ما رو بکنه، ما رو میشه کمک بکنه. و این کارای عملی است. چطور؟ پس اون اول خود ما باید انجام بدیم. خود ما باید بکنیم تا توقع از دیگران داشته باشیم. آمین. و نورالله جان با اجازهتان، و اما قسمی که شما گفتین که محبت چیزی است که خدا برای ما میگه که تمامی چیزها بالایش استوار است، چون در کلام خدا ما میخوانیم در رساله اول یوحنا فصل 4 آیت 8 ما میخوانیم که خدا محبت است. و ضمن خداوند عیسی مسیح وقتی که از یکی از پیروهای فرقه فریسی کتزو صحبت میکنه که یکی از نفرهای زو میگه ای استاد کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟ کدام یکی از احکام شریعت از همه بزرگتر؟ و عیسی مسیح در جوابش در مورد محبت به خدا صحبت میکنه. چی میگه؟ میگه خداوند خدای خود را با تمامی دل، با تمامی جان و با تمامی عقل خود محبت داشته باش و یا دوست داشته باش. این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. یعنی اولین و بزرگترین حکم شریعت ایست که ما خدا را دوست داشته باشیم. و دومین حکم بزرگترین به اندازه حکم اولی مهم است. عیسی مسیح میگه دومین حکمی که به همان اندازه مهم است، یعنی هیچ فرق نداره، شبیه اولی است. نوشته میکنه شبیه اولی است، یعنی همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. و بعد میگه که در این دو حکم تمامی تورات و نوشته های پیامبران خلاصه شده. از این که زیادتر در مورد محبت چی باشه؟ آمین. راست میگه. من اتفاقا همین لحظه ادامه صحبت به در رابطه با می کتاب غلاطیان و 5 آیه 14 بود که شما خدا را شکر گفتین که حکم خدا می است که همسایه خود دوست داشته باشه. ولی این دوست داشتن اول از کجا شروع میشه؟ حسین عزیز، دوستان عزیز من، دوست داشتن اول از خود ما شروع میشه. ما باید خود اول دوست داشته باشیم. همین رقمی که ما انسان‌ها خود دوست داریم. به عنوان مثال، ما همیشه میخوایم که خوب باشم. تمام انسان‌ها میخوای که همیشه بهترین غذا را بخوره، به خاطر که جان وجودش را دوست داره. میخوای در بهترین مسکن زندگی بکنه. میخوای که پولدار باشه. میخوای که همیشه با صحت باشه، مریض نباشه. همیشه میخوای که بهترین برای خودش در نظر داره و میخوای که را داشته باشه. پس چی است؟ این ناشی از محبت نسبت به خود شخص است. یعنی ما اولین محبت برای خود داریم. خود ما را میخوایم دوست داشته باشیم. من نمیخوام غذای خراب بخورم مریض شوم. ایشو من خوش ندارم مریض شوم. ایشو من نمیخوام کسی برای من بدی برسانه. چون این محبت از خودم شروع میشه. اما خدا میگه که اول محبت باید بر دیگران داشته باشه. بله. آمین. که آیت شما گفتین. آمین. آمین که همسایه ات را مثل خود دوست داشته. و با وجود از اینکه تمامی انسان ها از نگاه طبیعت ما خود واقعا دوست داریم، اما قسمی که شما گفتین، اما یک مثال است، میگه که جان نباشه جهان نباشه. عیسی مسیح هم عین چیز میگه چی فایده است برای انسان که تمامی دنیا را حاصل کنه و هر چیز حاصل کنه و اما جان خود از دست بده. اما جان نباشه جهان نباشه از کلمات عیسی مسیح گرفته شده، مثالی که در وطن عزیز ما و شما داریم. و اما محبت مسیحی، محبتی که خداوند برای ما میته، بالاتر از دوست داشتن شخص خود ماست، بلکه این جایی است که ما خود قربان میکنیم و اما دیگران را دوست میداشته باشیم. اما قسمی که خداوند میگه. آمین. آمین. و مثالش ما از کلام خدا میبینیم که با ایمان به عیسی مسیح داره، میبینیم که خدا بود که برای زمین آمد. هللویا. خدا بود که محبت داشت ما را. اول خدا ما را محبت کرد. اول او خدا را محبت کرد. بله. این به ما دستور داد، حکم گذاشت که ما باید مثل خود از او باشیم. هللویا. و همسایه خود دوست داشته باشیم. شاید در فکر وطناندارای عزیز ما در این لحظه بیا که گویا همسایه فقط ما همسایه در دیوال خانه ما است. چون ما فقط کلمه همسایه را که میگیم توجه ما میشیم فقط یا تمرکز میکنیم با نام همسایه خانه ما، همسایه دکان ما، همسایه مثلا محل کار ما. نه، اون نیست. بلکه
همسایه به معنای ازی در کتاب مقدس که با همه بشریت، همه انسان، همه کس باید بهتر از خود بدانیم. هللویا. و او محبت برش بکنیم و او خواسته که نیکویی که بر خود داریم بر او داشته باشیم. چون خواست و اراده نیکو بر ما، خواست و اراده خدا بر ما انسان ها نیکوست. و همیشه خدا میخواد بهترینش برای ما داشته باشه. هللویا. پس این محبت زمانی که ما از خدا دریافت میکنیم، محبت خدا، محبت الهی، محبت است که کینه و غرور درش نیست. اطوار ناپسندیده نداره، کبر نداره، غرور نداره، خودخواهی درش نیست. آمین. محبت است که به آلایش است، محبت است که واقعا درش نام خدا را جلال میدیم. اگر ما بر کس از راستی و صداقت محبت داشته باشم، در حقیقت ما خدا را محبت میکنم. هللویا. چون خدا همه انسان‌ها را دوست داره. در کلام خدا میخوانیم اگر ما کسی را دوست داشته باشم که او مرا دوست داره، پس فرق ما با شیطان هیچ چیز نیست. شیاطین دوستانم رفیق دوست خودش، شیطانم شیطان دوست داره. ولی بزرگ مردی در او هستش که ما دشمن خود دوست داشته باشیم. قهرمانی ما در است که ما دشمن خود دوست داشته باشیم، نه دوست خود. اگر من زن و فرزند خود دوست دارم، خوب وظیفه ایم است، اولادم است، خانمم است، باید دوست داشته باشم. بله حسین جان، اگر من دوست دارم بخاطر برادرم است، باید او دوست داشته باشم. بسیار شما بسیار به ترتیب خوب وطندار گفتین. بسیار قهرمانی دیست، قهرمانی دیست که یک شخص از خود بگذره و حتی دشمن خود دوست داشته باشه. این واقعا اگر ما فکر کنیم این قهرمانی است. قهرمانی اندمیست بخاطر اینکه بسیار مشکل است. چطور امکان داره کسی ما را دو دشنام و هر زشت میگه و ما او رو بگیم من تو را دوست دارم؟ و اما روح عیسی مسیح را برای ما ممکن میسازه. امیر که شما از فصل پنجم آیت 44 انجیل متی گفتین قهرمانی دیست که ما دشمنای خود دوست داشته باشیم و این حکم مسیح است. آمین. بله حکم خدا می است که ما قهرمانانه باید دیگر در محبت خدا، نه به خاطر خودخواهی و حسودی و نه به خاطر جا طلبی باشه محبت ما. این مهم است. گفته ما انسان ها همه گیره دوست داریم، ولی کدام؟ بیاین یک لحظه همراه خود فکر بکنیم که اگر ما بر کسی خوبی می رسانیم، نیکویی می رسانیم، انگیزه پشت از او بر ما چی است؟ در نهایت ما چی انگیزه داریم؟ در نهایت چی فکر داریم؟ آیا با خاطر عزیز که او هم مرا دوست داشته باشه؟ اگر ما کس را دوست داشته باشم به خاطر که او مرا دوست داره، خلاف کلام خدا عمل کردیم. بله. ما باید هر کس دوست داشته باشم. بر ما مهم نیست که کس دوست داشته باشه یا نداشته باشه، محبت بکنه یا نکنه، ولی ما باید او بکنم. اگر ما به کلام خدا مراجعه بکنیم، کلام خدا بر ما میگه که بیبی خودت آزمایش بکن. ما در کتاب غلاطیان باب ششم آیه هفتش میخوانیم، میگه خدا فریب ندهید، خدا فریب ندهید، هر چیزی که درو بکنی همورم، هر چیزی که بکاری همورم درو میکنی. بله هر چیزی که ما بکاریم در زندگی همورم دوباره درو میکنیم. در اون کتاب غلاطیان باب شیش آیه هفتش من اینجا یادداشت گرفتیم، فریب نخورید. بله من بخوانم اجازه دارم؟ بخوانم. نوشته است فریب نخورید، هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. آمین 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 هللویا. ببینید خداوند ما چقدر نیکو است، برای ما هر روز یاد میده که ما چطور با کدام طریق باید زندگی بکنیم. حالا این محبت ما از خدا میگیریم که اگر محبت ما به آلایش باشه، فروتنی درش باشه، از خدا باشه، به خاطر جلال نام خدا باشه، من نه تنها خدا فریب نمیتونم بلکه خدا رو هم نتونستم فریب بدم. بله چون هیچ وقت نمیتونه که مثلا یک دهقان وقتی که جو کشت بکنه هیچ وقت گندم از او درو نمیکنه. بله اگر یک درخت سیب بشانیم ثمر بده، ثمر سیبش هیچ وقت ناک نمیباشه. بله هیچ وقت انگور نمیباشه، درخت سیب به وجود میاد. پس ما چطور میتونیم خدا را فریب بدیم؟ بله غیر ممکن است. انسان ها را شاید یک نقاب دری خود بگذاریم، شاید تظاهر بکنیم به محبت و خوبی برای دیگران، ولی خدا را نمیتونیم فریب بدیم. چون بله. کلام خدا بر ما میگه خدا را نمیتونه استهزا کرد، خدا را نمیتونه فریب داد. بله بیاین این محبت ما بیالایش نباشه. ما متاسفانه انسان ها وطن دارای عزیز در روی زمین
بسیار به گپا بر میخوریم. بسیار از انسان ها محبتشان به خاطر خودخواهی و غرور است، به خاطر از ایست که جا طلبی از درش، به خاطر از ایست که خودش جلال پیدا بکنه و خودش در نظر دیگران نیکو و خوب نشان بده. ولی نیکو خداست، ولی محبت خدا به آلایش است و خداست که از انسان ها نفرت نداره. خدا فقط از گناهی که در ما انسان هاست نفرت داره. بین وطنداران عزیز، اجازه بدیم بر عیسی مسیح که با روح عظیمش، با روح پاک خودش در وجود ما قرار بگیره و او بخشش و محبت الهی رو ما به دست بیاریم و بگذاریم که او محبت ما محبت بی آلایشانه باشه. و میرقم در کتاب غلاطیان باب 5 آیه 16 میخوام که از این رو به شما میگویم که از اوامر روح خدا پیروی کنید. هللویا. و او به شما خواهد گفت که چی بکنید و چی نکنید و دیگر برده امیال نفس گناه آلود خود نخواهید بود. هللویا. هللویا. جلال بر نام عیسی مسیح برای من یاد میده و میگه که اگر من از روح خدا پر شوم، برده امیال نفسانی انسانی زمین نمی باشم، دیگه برده گناه نمی باشم، آمین، آلوده و سرکش از گناه نمی باشم، بلکه در پاکی خدا قرار می گیرم، چون این کمک خود خدا می تانه بر ما بکنه. و هیچ راه دیگه در زمین وجود نداره که ما بتانیم به او پاک شویم، بتانیم به او قدوس شویم، بتانیم به او پاکی برسیم که مورد علاقه خدا قرار بگیریم و تا در حضور از او برسیم. هیچ راه دیگه در این زمین وجود نداره، چون یگانه راهی که خداوند در مقابل پایای ما گذاشته و بر ما حق انتخاب داده، وطندارای عزیز من، که ما انتخاب بکنیم آیا در ملکوت خدا زندگی بکنیم، آیا این نفس گناه آلوده از خود دور بکنیم. چطور؟ فقط توسط خون عیسی مسیح، خون بره که بر ما ریخته شد. خدا محبتش بود که تمام هستی بالا را گفت که من میایم بر روی زمین و تا فدیه گناهان تو عزیز ما وطندار ما شود، تا فدیه گناهی ما شود، تا فدیه گناهی تو شود و او محبتش را در موتو قرار بده. ای است که خدا آمد بر روی زمین و او است که ما رو میتونه آزاد بکنه. خون عیسی مسیح در هر آن لحظه آماده است که ما رو پاک بکنه، بشوره و آماده بسازه که ما او محبت را که بریاس انجام بده، او کمک و به اصطلاح خوبی نیکویی که پاک است و به آلایش است بکنیم، محبتی که درش غرور و خودخواهی از طرف خود ما نباشه. آمین. که در زندگی بتانه خودش پاک بسازه و محبتش به آلایش باشه و کمکش به دیگران، فداکاریش برای دیگران به آلایش باشه. نیستم چون انسان. آمین. بیان انسان ها و زمین، شرایط امروز زمین و انسان ها را یک بار امرای خود بررسی بکنیم، پیش چشم خود و تا فکر بکنیم. آمین. برادر عزیزم، با اجازه تان یک تلفن است از عبدالناصر جان از احواز ایران زنگ زدن، می تلفن میگیریم و بعد از او بیشتر میشنویم. با اجازه تان بفرما. میشنویم. خدا را شکر برای وجودش. عبدالناصر جان مانده نباشین، روی خط هستین، بفرمایین وطندار. الو، سلام علیکم. خسته نباشین. شما هم خسته نباشین. خدا برکت بده به شما. بسیار تشکر، بسیار تشکر. بفرمایین، گفتنی داشتین. سوالی از شما داشتم. بفرمایید. خواستم اگر میشه راهنمایی کنید. بفرمایید. من ایماندار هستم و برای متاسفانه با مریض هستم. از خداوند خواستم که خداوند عیسی خواستم که منو شفا بده، اما هنوز متاسفانه با اینکه اعتقاد بسیار دارم، هنوز خداوند روحش رو و حضورش رو هنوز درک نکردم، با اینکه هر روز به خداوند میگم. متاسفانه ایمانم داشت ضعیف میشد. یکی برادرم که اون هم ایماندار هست، تقریبا اون هم یک سال هست ایماندار هست، ولی او خداوند رو دیده و حضورش رو درک کرده. من منتظر بودم خداوند حضورش رو درک بکنم که یک شب یک نور سفیدی دیدم. احساس کردم که در
خدمت خداوند هستم، میخواستم خداوند رو جلا بدم. اما یک حال دیدم که برادرم هست و یک پتو ملافه رو خودش انداخته و اینجوری میخواد ایمان منو زیاد کنه. من خیلی ناراحت شدم از برادرم که اینجوری میخواست منو ایماندارم و ایمانم رو زیاد بکنه. من هیچی نگفتم و ادامه دادم، گفتم خداوند اینها دارن منو اذیت میکنن و من هنوز منتظرم. یک شب دیگه هم برادرم دوباره به طرز دیگه یک حالتی به خودش در آورد که اومد خودش رو به عنوان خداوند به من معرفی کنه. نیمه شب اومد بالای سر من، دست گذاشت رو سر من که بلند شو عبد ناصر، تو خوب شدی. و من بلند شدم و فهمیدم که باز برادرم هست و داره به من دروغ میگه. و من هنوز خداوند عیسی مسیح رو ندیدم، نمیدونم چی کار بکنم. عبدالناصر جان، بسیار مهم است که ما قلب خداوند و حضوری خداوند، و بسیار مهم است که ما رضای خداوند را در زندگی خود درک بکنیم. بعض وقتی که ما در مورد مریضی صحبت می کنیم، در مورد بسیار چیزهای دیگر در دنیا صحبت می کنیم، بسیار سوالات است که پیش ما میآید. واقعا طوفان، زلزله، آفات طبیعی و امراضها بالای هر کس میآید. خداوند مهمترین چیزی که ما را ازش نجات میده، مرضی که ما را ازش نجات میده، گناه ماست. از این که بالاتر و مهمتر معجزه در زندگی ما نیست. و اما اگر ما بگویم فرض کنم من فرزند خدا هستم، مرا خداوند نجات داده و من خادم خدا هستم، او را خدمت میکنم و کلام خدا را میخوانم، همیشه در دعا هستم، اگر می میگویم هیچ مرضی بالای من نمی آید و غیره، ما ایجا همه این کارها رو هر روز در حضور خداوند انجام میدم. من میفهمم، کتاب میخونم، همه این کارها رو میکنم. وقتی میبینم که میگن که شفا پیدا کردن بقیه و من هنوز این اتفاق برایم نیفتاده، خب من ناراحت میشم. درست است، من چه گناهی کردم که به تو ایمان دارم، هر روز کتاب میخونم، اما هنوز تو به صلاح با این که تو قلبم هم خیلی دوستش دارم. اما میفهم عبدالناصر جان، هللویا که هنوز هیچ گناه خاصی که دیگران بهش اعتراف میکنن ما واقعاً از ای که شما بسیار واضح هستین و به صداقت هر چیز درک میکنین، ما واقعاً خوشحال هستم. اما پیش از این که ما از خداوند چیز بخواهیم، بهتر است که ما رضای خدا را بفهمیم. اگر برادرتان بالای سرتان آمده و گفته که شما شفا یافتین، او شاید پیش خداوند زاری میکنه که شما شفا بیافین. او به حیث خداوند شاید نامده، شاید او به حیث برادرتان آمده که شفای عیسی مسیح را بالای شما دعا بکنه. او برای من خندید، او خندید، آمد گفت که میخواستم عذیت بکنم و میخواستم که کمک کنم که ایمانت رو از دست ندی. گفتم من ایمانم رو از دست ندادم. و ما اینمیجا به اجازهتان، حتی برای برادرتان و برای خودتان و برای برادرتان، به اجازهتان ما باید صحبت بکنم. عبدالناصر جان ما به اجازهتان. هلو، یک چیز خودتان بگویم. بفرمایین. من این از این چیزهایی که دیدم فکر میکنم که ممکنه که این هایی که میگوین ما خداوند رو میبینیم شاید دارن دروغ میگن و من دچار این تردید شدم که شاید این ها دروغ میگن و از اسرائیل یا جایی دارن پول میگیرن که این حرفا رو بزنن و من خیلی ناراحت. عبدالناصر جان، من با اجازهتان مجبور هستم که پاسخ به شما بتم و تلفنتان قطع بکنم که پول میگیرن و این چیزها. از این گونه تلفن ها ما بسیار زیاد گرفتیم. و اما من برتان میگم خداوند خدای شفا دهنده هست و او شفا میته. و اما پیش از این که خداوند کسی را شفا بده، به این ترتیبی که شما معجزه میگیرین، اول رضای خدا را در زندگی خود درک بکنین. و اگر برادرتان تمسخر کرده، رشخندی کرده، به این ترتیب شما را گفته، پس برادرتان رابطه ایشان شاید با خدا درست نیست. و اگر شما شنیدین که بعضی کسای دیگر شفا یافته، شما چرا شفا نیافتین، پس از امیجاست که ما برتان خواهش میکنم شما دعا کنین، از خداوند ناامید نباشین. من یک خواهر بسیار عزیز دارم، بسیار خواهر عزیز من که چندین ساله
مرض سرطان داشتن، چندین سال مرض سرطان داشتن، خادمه خداوند و خداوند بسیار زیاد خدمت کرده بودن. من همیشه متوجه من دعا میکردم برشان، بسیار کسای دیگه دعا میکردن و اما ایشان شفا نمیافت. ازی شفا نمیافت. خداوند همچنین انسانها را حکمت میته که وا دکتر باشن و وا هم کمک بکنن و اما با وجود از این نشد. و ما برتان بگویم بعضی کسا مثل از خواهرالی واری شفا میافن، خداوند ایشان را از ملتیپل مایلوما که یکی از سرطانهای بسیار سخت هست که دکترها میگن هیچ امکان نداره شفا بیافه، شفا یافته. و من یک خواهر دیگر را در کلیسای خود میشناسم که ایشان در سالهای پیری که حتی در حدود 74 یا 75 سال بود سرطان گرفتن و گفتن که او از بین میره و اما او شفا یافت، از سرطان او خالی شد. دکترها کار کردن، مردم دعا کردن. بله دوا و داروی دکتر هم کار میکنه چون خداوند امی توفره برای دوا برای دکترها داده، بله برای شفاخانه داده و اما خادمین خداوند هم دعا میکنن و شفا میافن. هر چیز مطابق رضای خدا، چیزی که خواست خدا باشه. و ما بسیار برای ما داستانی شدرک و میشک و عبدنگو که این نامهای فارسی خادمین خداوند در کتاب دانیال هستند، ما بسیار بالای از او همیشه تعجب میکنم. و وقتی که این سه شخص پادشاه در چی انداخته بود؟ در چاه انداخته بود. بله در چاه انداخته بود، در چاه آتش انداخته بود. و پادشاه بالاخره میای بالای چاه آتش، بالای کره آتش میای و ازشان میپرسه، میگه که آیا خدایتان شما را نجات داده؟ میگن ای پادشاه خدای ما ما را نجات داده، در آتش ما را زنده نگه داشته و هم حتی اگر خدای ما ما را نگاه نداشته با باشه هم باز هم ما خدا را جلال میتیم، باز هم ایمان ما بالای از او خداست. زندگی ما انسان ها وطندار عزیز ما عبدالناصر جان عزیز، عبدالناصر جان عزیز، زندگی ما در دنیا بسیار زندگی کم هست. مهمترین چیزی که باید ما بالایش فکر کنیم ایست که آیا ما رابطه ما با خدا چطور هست. ما امکان داره امروز تصادف کنم از بین برم در جاده، بسیار امکان داره، ناجور هم نیستم، البته یک کمی گردن درد هستم. در روزهای گذشته ما بسیار مریض بودم و اما اگر ما تنها و تنها مرکز توجه خود بالای ازی بگذارم که چرا من نجات نیافتم، ایمان ما باید قوی شوه، بنابه ای که باید من معجزه خدا را ببینم، باید من معجزه خداوند را ببینم. در او صورت من باور میکنم. عیسی مسیح میگه خوشا به حال کسی که ندیده و ایمان آورده، خوشا به حال کسی که ندیده و ایمان آورده. چون مهمترین شفایی که ما میافیم ایست که ما از گناه های خود شفا بیافیم. و اما عبدالناصر جان من برتان دعا میکنم، بر برادرتان هم دعا میکنم که کتتانی قسم مذاقا را میکنه، دعا میکنم که خداوند شما را شفا بده. و من ایمان دارم که خداوند میشنه و خدای شنواست. و اما ای که او شفا بده و یا نته در دست اوست، در دست من نیست. و اما من دعا میکنم به ایس یک انسان عاجز، باعث یک خادمش که خدایا توی برادر ما را نه تنها شفا بدی، شفای جسمانی بلکه شفای روحانی هم بدی، به نام عیسی مسیح آمین. و ما دعا میکنم که خداوند شما را برکت بده و تمامی برکات شامل حال شما باشه و دعا میکنم که خداوند کمکتان بکنه در زندگیتان و در تمامی چیزهای تلفن گرفته بودم، من میخواستم که ایره قطع بکنم به اجازه تان از برادر ما از هرات، متاسفانه که تلفنشانه آل گرفتن نمیتونم در این صورت. و اما بسیاری کسای دیگه هستن، من فکر میکنم برادر ما از هرات تلفن کرده بودن درباره یک برادری که او را خداوند چطور شفا داد، او را خداوند چطور شفا داد. بله امیدوار هستم که در برنامه زنگ بزنن و از این طریق چون در سلفون ما زنگ زده بودن. ناصر جان خدا شما را دوست داره. مهمترین گپی است که خدا شما را دوست داره و خدا شما را از گناهتان شفا داده. از این که مهمتر شفا هیچ شفایی نیست.
و آیا خدا میتونه که ما را از مرض سرطان و آیا خدا میتونه مرا از مرض سل، از سردردی، از شکم دردی، از قلب دردی و از این چیزان مرا شفا بده؟ کاملا او خداوند است، او میتونه شفا بده. یک از داستانهای بسیار خوبی که من واقعا متاثر هستم همیشه ازش، داستان جانی اریکسن تادا هست. جانی اریکسن تادا یک خانم آمریکایی که او ده هاوز او البته مفلوج میشه و هم دست و پای خود از دست میته و او را کمک میکنن مردم، حتی بر غذاخوری، حتی بر این طرف و طرف رفتن، بر هر چیز او نیاز به کمک داره. و اما مفلوج شدن از این شخص جانی اریکسن تادا ای را به ایمان به عیسی مسیح قوی تر ساخت. حتی زمانی که شفا نیافت، زمانی که تندرست بود، یک قدر از زندگی او خدا جلال نمیافت. بعد از اینکه او مریض شد، خداوند او را زیادتر استفاده کرد. از همون خاطر کلام خدا برای ما میگه فیض من برای تو کافی است، در ضعف های تو قدرت من کامل می شود. در ضعف های ما قدرت خدا کامل می شود. چطور است که یک آدم بسیار مریض باشه، بسیار زیاد مریض باشه؟ چقدر مریض؟ مثل ایوب واری، که ایوب اقدر مریض بود که حتی خانمش رو لعنت گفت. خانمش بر از او گفت که تو خدا را بد بگو، کفر بگو برخلاف خدا تا که بموری از این که قدر ناله میکنی از مرضت. و اما او گفت که چرا؟ آیا من تمامی نیکویی هایی را که خدا برای من میته، خوبی هایی را که برای من خدا میته، او را حاصل بکنم، بگیرم و اگر یک بدی شامل حال من میشه، من او را رد بکنم؟ به به، از ایوب بیاموزیم. چون ایوب کرم زده بود جسمش، بچه هایش کشته شد، تمام داراییش از بین رفت، دوستایش آمد نوحه خواند و گفت که چقدر حالت خراب است، بهتر است که بموری. و اما ایوب باز هم خدا را جلال گفت و اما خداوند ایوب برکت داد، به خاطر که ایوب در بدترین حالت، در بدترین حالت، من فکر نمی کنم مثل مرض ایوب واری هیچ کسی را مرض زده باشه. وقتی کتاب ایوب ما میخوانیم، یک قدر کتابی هست، اگر از او یک فیلم جور کنن هالیوود و یا کدام سینماگرایی دیگه، اگر یک فیلم جور کنن، یک نمایش پرده بیندازن، من فکر میکنم وحشتناکترین فیلم خواهد باشه. و اما او خدا را جلال داد و من دعا میکنم که خدا شما را شفا بده، خدا شفایتان بده، هم شفای جسمانی و هم شفای روحانی. خدا شما را دوست داره وطنداری عزیز. تلفن دیگر میگیریم، از حمی جان هست، از آلمان زنگ زدن. هلو حمی جان، مانده نباشی وطندار عزیز من، چی حال دارین؟ خوب بخیر هستین؟ بسیار تشکر، بفرمایین برای وطندار. ما از اول باید از تو یک خواهش بکنم، خواهشانه بله. از تو خواهش میکنم فقط گپایت بیا در کوتاه کو. ببین ما تقریبا یک بیادر، ما تقریبا یک دراجه به مو بیادر خو گپ میزد. من نیم ساعت میشه که شما یک سر داری در راجه به بو گپ میزنی. وطندار عزیزم، بسیار بسیار معذرت میخوایم و اما این برنامه است و در این برنامه بعضی چیزا ترجیح داده میشه و بعضی چیزا باید پاسخ داده شود برش. و اما ما معذرت میخوایم که شما یک قدر دیر روی خط بودین. بفرمایین چی سوال دارین وطندار عزیزم؟ مهم نیست. ببخشید، من بسیار بسیار همین برنامه تان دای وقت نگاه میکنم یا و میخواستم که ببینم که چطور است. ما مسلمان هستیم و کتاب ما کتابی است که نه کسی حتی یک نقطه را از او کم کرده تانسته، نمیتانه یک نقطه به او اضافه کنه. و خود او قرآن هم همیر گفته اگر شما مرد هستیم، اگر انس و جن در روی از این جهان جمع بشه، نمیتانه که یک سوره به مانند سوره های قرآن بیاره. ای که از این در عجب به این که مثلا شما میگی که فلانی را شفا داده دعوز آو در چیز. ببین من همین پیشتر هم که یک خانمی بود در پشت چیز گپ میزدم،
بسیاری از انسان‌ها هستند که خدا را نمی‌شناسه، میره در جلو یک بت استاده میشه، در جلو یک سنگ استاده میشه، میگه خدایا مثلا ای فلانی را من دوست دارم، او را به ما برسان، فلانی را من دوست دارم مریض را کور شفا بده. خود چطور است که او هم شفا پیدا میکنه؟ او دیگه چطور است؟ حمید جان برادر عزیز ما، بسیار تشکر از سوالتان، و سوالتان کاملا معقول است، راست میگین. کسی که در هندوستان مبود و مردم ها که هسته میلیون ها بت ها را پرستش میکنن و هم شفا میافن. سوالتان دمیست، او چطورست؟ بله؟ و یا بسیاری کسای دیگه خواهش میکنه حمید جان، و یا بسیاری کسای دیگه در زیارت ها میرن، روی قبر ها میرن و شفا میافن. بله؟ بسیار صحیح، بله بسیار صحیح. به زیرو خبران میره در حال میبینی که یک اینال اینال به اجازه تا فتی بیا در هیچ دلیل نمیشه که تو مثلا بگویی که من یا بگویم که مثلا من چون اسلام هستم برای من خداوند کمک میکنی یا تو مسیحی هستی برای من خداوند کمک میکنی. خداوند خدای تمامی کائنات است حمید جان، خداوند خدای تنها مسیحی ها نیست و یگانه فرق من چند گفت میزنم باید من گوشی را قطع میکنم. بفرمایید وقتی ما فقط شش دقیقه وقت برنامه ما مانده، بفرمایید دیگه سوالایتانه. ببین بیادر، در قرآن میگه افمن یخلق کمن لا یخلق، میگه آیا او کسایی که خلق میکنن و او کسایی که خلق نمیکنن خودشان مخلوق هستند، برابر هستند؟ آیا عیسی خدای خدا برابر است؟ عیسی مخلوق خداوند است، خداوند عیسی را خلق کرده، نه که او پسر از او است. شما در کجا قرآن میگم حمید جان، شما در کجا خواندین که عیسی خلق شده و او مخلوق است؟ خب ببینید با او ما بعداً بزنیم که ما برستان ما گفت نه، من از شما سوال کردم، ما از شما سوال کردیم که در کجا نوشته است که عیسی مسیح مخلوق است، او خالق نیست. مخلوق است به این خاطر که از شکم مادر تولد شده. وطنداری عزیز ما، اینال ما به اجازتان، چون وقتی ما بسیار کم است، خواهش میکنم در برنامه دیگه حتما زنگ بزنید و ما قطع میکنم همین دو سوالتان جواب میتونم، چون وقتی ما بسیار کم است. از تمام اول شما گفتین در مورد کلام خدا، در کلام خدا میگه من به تمام کسانی که پیشگویی های این کتاب را میشنوند اعلام میکنم که اگر کسی چیزی بر آن بیفزاید، خدا بلایایی را که در این کتاب آمده است نصیبی او خواهد کرد، و اگر کسی از این پیشگویی ها چیزی کم کند، خدا او را از درخت زندگی و شهر مقدس که در این کتاب آمده و بی بهره خواهد ساخت. کتاب مقدس هیچ کسی دست زده نمیتونه، این کتابی است که کتاب خداست و خودش محافظ کلام خود هست. در زبور 12 ما میخوانیم که این کلامی است که خداوند خودش محافظتش میکنه، در دست انسان میته محافظتش میکنه. کلام انسان نیست، کلام انسان هرگز نیست. نوشته سخنان خداوند، کلام خداوند کلام خالص و پاکن، مانند نقره‌ای که 7 بار در کره تصفیه شده باشد. تو ای خداوند آنها را محافظت میکنی. و ضمناً در رساله دوم تیموتائوس در فصل 3 آیت 16 در کلام خدا ما میخوانیم که کلام خدا الهام شده، از طرف خدا برای ما داده شده. ایناله خداوند خدای تمامی کائنات است، تنها از مسیحی ها نیست. فرق بین مسیحی ها و دیگه انسان ها تنهایی است. کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره، او قوم خدا میشه و فرزندای خدا میشه. و اما خداوند خدای تمامی کائنات است. خداوند خدای مسلمان است، خدای هندو است، خدای کسایی است که حتی از ذات خدا انکار میکنن. خداوند امو غذایی را که بر من یک مسیحی میته، برای کسی که مسلمان است، هندوست، برای کسی که صاحب از ذات خدا انکار میکنه، امو غذا را، امو آب و هوا را، امو روز، امو شب بر از وا هم مهیا میکنه. خداوند بر هر کسی میته، بارانش بالای ما و بالای تمامی یکسان میباره. و اما فرق بین ما و دیگرایی است که ما
فرزند خداست و وقتی کسی به عیسی مسیح ایمان میاره او فرزند خدا میشه. این حال سوال دومتان ایست که چطور امکان داره که عیسی مسیح او خدا باشه در حالی که او مخلوق است؟ در کجا شما خواندین که عیسی مسیح مخلوق است؟ من برتان میخوانم در کلام خدا، در کلام مقدس خدا آمده که عیسی مسیح کی هست. Can you please focus on this with the camera. اینا من برتان میخوانم در اینجا چی نوشته است. مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و نخست‌زاده و برتر از همه مخلوقات. او برتر از همه مخلوقات است. چرا؟ زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها، نادیدنی ها، تخت ها، پادشاهان، حکمرانان و صاحبان قدرت آفریده شدند. بله، تمام موجودات به وسیله او، او کیست؟ مسیح، به وسیله او و برای او آفریده شده. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او با هم ارتباط پیدا می کنند. عیسی مسیح خالق است، مخلوق نیست. عیسی مسیح او مولود است، مخلوق نیست. او تولد شد، درست است، اما قسمی که شما گفتین و او از انسان پیدا شد، و اما در کلام خدا ما میخوانیم که او از روح خدا، او خانومی که حامله شد، او دختر پاک دامن، او باکره یعنی مریم، وقتی که او حامله شد او از قدرت روح خدا، این مسئله معنوی، مسئله روحانی است، از قدرت روح خدا تولد شد، نه به جسم، نه به خواهش بشر، نه شهوات انسانی، بلکه او از قدرت خدا تولد شد. اینه میره ما در انجیل شریف لوقا میخوانیم. در انجیل لوقا ما میخوانیم، باز ما میخوایم که کامرا ایجا گرفته شوه، نوشته است در ماه ششم جبرئیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در ولایت جلیل واقع است به نزد باکره ای که نامزد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد. این نام این دختر مریم بود. فرشته وارد شد، به او گفت سلام، ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با توست. اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار پریشان شد و ندانست که چی معناست، چی گفت. فرشته به او گفت ای مریم نترس، زیرا خداوند به تو لطف نموده است، تو حامله خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او عیسی یشوع خواهی گذاشت. او بزرگ خواهد بود پسر و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد کرد. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد. و مریم به فرشته چی میگه؟ این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مرد رابطه نداشتم. فرشته چی میگه به جواب او؟ میگه روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. عیسی مسیح پسر خداست. عیسی مسیح خداوند است که به صورت انسان در میان ما آمد. یه از خواهش بشر نیست، از ترتیب انسان. مسئله معنوی، مسئله روحانی است. او مخلوق نیست، مولود است. او مخلوق نیست، او خالق است. او کسی نیست که به نجات نیاز داشته باشد، چون بر صلیب مادرش زیر صلیب بود، کوشش نکرد او را نجات بده، چون مادرش دانست که او خودش یعنی مادرش نیاز به نجات از کسی که بالای صلیب هست داره. خداوند شما را برکت بده. وقتی ما فکر میکنیم خلاص میشه، امین جان از تهران هستن و متاسفانه نمیتونیم که تلفن‌هایشان را جواب بدیم. فرید جان هم است تهران زنگ زدن و متاسفانه وقت ما بسیار کم است، نمیتونیم که تلفنشان را بگیریم. بسیار تشکر از تلفن هایتان. خداوند شما را برکت بده، فیض خداوند با شما باشه. آمین. هادیم توی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح، تنها هادیم.